سلام، من آتنا هستم، یک اینستاگرامر. خب همونجور که گفتم من یه اینستاگرامرم. شما خیال میکنی من کی هستم؟ اینستاگرامر، بلاگر، اینفلوئنسر، یه کسی که تو اینستاگرام کار میکنه، هر چیزی که میخواین اسمشو بذارین. من یه کسی هستم که فعالیتم تو اینستاگرامه. حالا اینجا چی کار میکنم؟ من چه میدونم؟ داستان از این قراره که من پیجم توی اینستاگرام حدود 300 کا فالوورشه. خب خیلی آمار ارقام خوبی همیشه دارم، تبلیغات خوبی دارم، درآمد خوبی دارم از اون پیج. اصلا همه چی تو اینستاگرام برای من پرفکته. اصلا کسانی که از من خیلی بهتر آشپزی میکنن. من در مورد خودم دارم صحبت میکنم. حالا چرا اومدم یوتیوب و اینجا چی کار میکنم؟ یکم با هم صحبت کنیم، در کنارش میخوام یه کوکی با هم دیگه درست کنیم. اگر به چنل من سرزده باشین، درسته حالا ویدیوهای خیلی آنچنانی برای یوتیوب نگرفتم، ولی توش دستورهای خوبی پیدا میکنی. حتی اگر حوصله سرزدن به اینستاگرام هم نداری، تو این چنل بچرخی، تو قسمت شورت یا حتی ویدیوهای بلندم کلی دستورهای خوب آشپزی رو پیدا میکنی. امروز میخوام با هم دیگه یه کوکی رژیمی درست کنیم، در کنارش کلی گپ بزنیم که اصلا من اینجا چی کار میکنم، کارم چیه و چه خبره. خب جونم براتون بگه با هم دیگه حرف بزنیم، گپ بزنیم و این کوکی رو درست کنیم. اول دوتا موضوع که میبینید لک سیده هستش، اینو توی ظرف میریزم و تعریف میکنم که چه خبره. اگه اینستاگرامت خوبه، اگه تبلیغات تو داری، اگر همه چی اونجا اوکیه، اینجا چی کار میکنیم؟ من حدوداً 4 ساله توی اینستاگرام فعالیت میکنم، از خیلی سال پیش. حالا براتون تعریف میکنم اصلا چی شد بلاگر شدم. راجع ببینم کامل با هم دیگه باید کلی گپ بزنیم، دوتا موز نیاز داریم. اون اوایل که توی اینستاگرامم فعالیت داشتم، خب نمیدونم چقدر قبل تر اینستاگرام رو دارین و داشتین و مخاطب اینستاگرام مثلا هستین یا نه. اینستاگرام خیلی محیطش آموزشی تر از الان بودش. از چه لحاظ؟ خیلی IGTV اون موقع وایرال میشده، خیلی پستای ورقه طولانی که محتوای آموزشیش خیلی مهم بودش وایرال میشدش و اینا. ولی یه دفعه فکر کنم تو این 1 سال اخیر، بعد از حالا وایرال شدن زیاد پستای تیک تاک و حالا رقابتی که بین این پلتفرم‌های مختلف هست، اینستاگرام تصمیم میگیره که ریلز رو به پلتفرمش اضافه کنه. اعتراف میکنم فالووری که ریلز واسه من آوردش، خودم که ریلز واسه من آورد، هیچ وقت اونا واسه من نه. ولی اینجا یه اتفاق خیلی بد برای کسایی مثل من که کارشون آموزش بودش افتاد. اتفاق بد که نمیشه گفت، یعنی ما کارمون رو در هر صورت داریم توی اینستاگرام انجام میدیم. ولی خب وقتی ریلز اومدش، تمام محتوا شدش 30 ثانیه، شد 1 دقیقه. بعد توی محتوای 1 دقیقه تو چقدر میخوای توضیح بدی، چقدر میخوای حرف بزنی، همون آموزش رو بتونی توی 1 دقیقه جمع بکنی، خب خیلی شاهکار کردی دیگه. واسه همین یکم داستان سخت شد. خودم به شخصه دلم برای اون ویدیوهای IGTV، یعنی اصلا برین تو پیج من تو اینستاگرام خودتون میبینین، کلی ویدیویی داشتم که 8 دقیقه بود، 10 دقیقه بودش، ولی این ویدیوها رو اصلا توی اینستاگرام الان نمیبینی. یعنی اصلا اگر بخوای اسلایدی پست که اصلا نمیتونی به صورت ریلز انقدر بذاری، اگر قرار باشه به صورت اسلایدی هم بذاری، انقدر آمارش بد میشه، انقدر لایک نمیخوره، انقدر دیده نمیشه، اصلا خود پشیمون میشی. یه جورایی اگر بخوام بگم، اصلا کلن که ماها اینجوری شدیم دیگه، الان حوصله دیدن چیزای خیلی طولانی رو نداریم، دوست داریم زودتر بریم سراغ اصل مطلب. کم کم هم این پلتفرم‌ها ما رو به این سمت کشوند، حتی خود یوتیوب هم که کلن فضایی هستش که محدودیت تایم واسه ویدیو اونقدر نداری و خیلی راحت می آموزش بده. خود یوتیوب هم به نظرم از وقتی که شورتس رو اضافه کرده، کلن یکم فضا رو به سمت سرعتی شدن و حوصله نداشتن مخاطب برد. جدی می‌فرمایید؟ تو این فاصله که داشتم این حرفا رو می‌زدم، دو تا موز رسیدر گفتم اینجوری لهش میکنیم. این شدش که تصمیم گرفتم بیام یه سری از ویدیوها رو که آموزششون حالا طولانی تر هستش یا نکته بیشتر داره رو بیام تو یوتیوب بگم. اوایل، الان برید تو چنل منم ببینید متوجه میشین، همین الان فکر کنم همین ویدیو هم یعنی اتفاق براش بیفته. این همه ویدیو میگیره آدم، توی اندازه درست سعی میکنه که 4 تا نکته آموزش بده و اینا. خب تو کسی نیستی که تو یوتیوب معروف باشی. هر دفعه
من ویدیو گذاشتم یه سری آمار ارقام گرفتم، مثلا خودم رو کشتم، 100 تا ویو، 2 تا لایک، 10 تا کامنت، کلا انقدر اینجوری بودش. خب وقتی من میام توی اینستاگرام یه چیزی میذارم، 1000 تا ریاکت براش میاد، کلی دایرکت میاد، کلی کامنت میاد، همیشه ویو خوب دارم. تو کسایی مثلا من یکم سخت بود این موضوع، واسه همین اولش اومدم توی یوتیوب، بعد پشیمون شدم، گفتم آقا اصلا اینجا به درد من نمیخوره، هیچکی ما رو تحویل نمیگیره. آخ قربون شکر دارم عزیز دلم، مگه من میتونم همه این چیزا رو بیام با این چیز بیساب شدم ببینم و برو خودم نیارم؟ یکم چیزای دیگه هم که اضافه میکنم به اینو بهتون بگم، بعد برم سراغ ادامه حرفمون. یکم کنجد میریزیم راجع به این کوکی. یه چیزی بگم، خیلی از چیزاش قابل حذفه، اینجوری نیستش که حتما همین چیزایی که دارم میگم با همین مقدارا باشه. خیلی کوکی راحت و خوشقلقی رژیمی هم هستش، میتونید تو خونه استفاده کنین. حتما کنجد و خیلی از وسایلی که اینجا هست قابل حذفه، دیگه من دونه دونه نمیگم. یکم کنجد میریزم، یکم هر مغزی که دوست دارید مثل گردو، بادوم، من بادوم هندی هم یکم ریختم، شیره انگور، شیره توت، شیره خرما، حالا نمیدونم هر چی، تر بادوم زمینی، باز هر مقداری که من توی این کوکی ریختم و براتون توی کپشن این ویدیو هم مینویسم. یه کوچولو دارچین، مثل این که حالا یه عطر بهتری داشته باشه کوکومون، کوکیمون. این کار باعث میشه که روی رنگ کوکیتون و این چیزا اثر بذاره. یه پینچ اگر یه جا شنیدین، یعنی یه نیشگون، ویشگون، حالا نمیدونم هر چیزی که بهش میگین، انقدر نمک. تو این کوکی خیلی ها شکار چیپسی میریزن، ولی حالا من اینو تو خونه داشتم، همینو میخواستم تیکه تیکه کنم بریزم توی کوکی. شما میتونین کلن شکلات رو حذف کنید و در انتها هم جوی دو سرپرک رو اضافه میکنیم. این ظرف جوی دو سرپرک رو کنار خودتون نگه دارید. چرا؟ به خاطر اینکه حالا این غلظت شیره، غلظت خود موز، وسایلی که کره بادوم زمینی، اینا ممکنه واسه برندهای مختلف فرق بکنه و واسه اینکه کوکیتون خیلی غلظتی با کوکی که حالا من دارم درست میکنم فرق نکنه، حالا در انتها بعد غلظتشو نشون میدم. اگر دیدین شل بودش، از این چیزی که من دارم درست میکنم شل تر بود، یه کوچولو اینجوری، یه کوچولو یه کوچولو بهش اضافه کنید. خب غلظت، راجع به غلظت مواد حرف زدیم، نه کنید بچه ها غلظتش اینجوری بشه. به کمک حالا یه اسکوپ، یا من حالا از اسکوپ هم حتی استفاده کنم، یه قاشق، سینی فرتون رو بر میدارین، اندازه یه قاشق از موادتون روی سینی فرتون میریزین اینجوری. این فاصله من فرم گذاشتم گرم بشه، دمای 190 درجه 15 الی 20 دقیقه. خب داشتم میگفتم، آره اون محدودیت هایی که حالا توی اینستاگرام به وجود اومده از نظر ریلز و اینا، حالا درسته اینجا ویو ها اونقدر خوب نیست، آمار اونقدر خوب نیست، ولی دیگه گفتم همیام یکم گپ میزنیم با هم دیگه، یکم بیشتر صحبت میکنیم. خب تو یه دقیقه چی صحبت بکنیم با مخاطبمون؟ همین که 4 تا نکته بیشتر با هم یاد میگیریم و حس میکنم بیشتر خوش میگذره اینجوری. با اینکه خودم هم ویدیوهای کوتاه خیلی دوست دارم، ولی کاش اینستاگرام این کارو نمیکرد که فقط و فقط دنبال ویدیوهای کوتاه باشه. راجع به این کوکی هم، تو این فاصله ای که دارم میچینمش توی سینی یه چیزی بگم. من یادم یکی از مخاطبام تو همون اینستاگرام یه بار اومد و بهم پیام داده بود، این آموزشو من توی اینستاگرام هم گذاشتم، پیام داده بود که آتنا من خیلی با مثلا دستورای تو آموزش‌های مختلف تو چیزای مختلف درست کردم، غذا و شیرینی و اینا، الان یه مدت رژیم خیلی سختی گرفتم و دوست دارم یه شیرینی درست کنم. خیلی واژه‌ای که استفاده کرده بود واسه خودم جالب بود. دوست دارم یه شیرینی درست کنم که طعم بادمجون نده. من تا به امروز هر شیرینی رژیمی که خوردم طعم بادمجون میداد، حق داره. من واقعا حرفش رو قبول دارم. اگه توجه بکنین از این به بعد شیرینی‌های رژیمی خیلی هاشون طعم بادمجون میدن. اینو بهتون بگم، حالا این کوکی که اصلا نیاز به تخم مرغ نداره، این خوبیو داره خودش، یعنی همین جای کار ببینین چه میتونه بوی بهتری حتی بده. خیلی بچه‌ها خوشمزه، خوشبو، همین الان که من اینو دارم درست می‌کنم هم عشق می‌کنم. این مقدار موادی هم که بهتون گفتم حدوداً 10 تا کوکی بهتون میده. خیلی راحت هم درست میشن. دیدین که من این صحبت‌های کوتاه همو که داشتم انجام میدادم، این کوکی هم همزمان درست کردم. خیلی باحال کلا. خب من کوکی رو برم داخل فر بذارم، بعد پخت ببینیم چه جوری میشه.
من اول از همه بافت کوکیو از نزدیک بهتون نشون بدم. این یه دونه رو من از فر در آوردم سری خوردم، انقدر خوشمزه. این تیکه های شکلاتش هم که در اومده میتونید راحت جدا کنید. نگاه کنین بافتشو، اصلا خشک نمیشه، خیلی 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 خوشمزه است. کوکی جذابمونم آماده شد. کوکی که یه جورایی بهونه بودش واسه اینکه بخوام باهاتون صحبت کنم. اگر این مدل ویدیوهای منو دوست دارین برام کامنت بذارین، سابسکرایب هم کنید و قول میدم به زودی با هم دیگه ویدیو بگیریم و بگم اصلا چی شد من بلاگر شدم، اینجا چه خبره و یکم از حاشیه‌های اینستاگرام با هم حرف بزنیم. خیلی خوشمزه است. بپاش میشینم تا قیامت، حالا حالا